آغاز برنامه حسابدهی دولت به ملت. مجموع تجارت افغانستان در سال گذشته حدود 10 میلیارد دلار بوده، از این جمله 1.8 میلیارد دلار آن را صادرات و بیشتر از 8 میلیارد دلار آن را واردات تشکیل می‌دهد. مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که در یک سال پسین از رهگذر توانمندسازی تشبثات کوچک و متوسط معجمان برای 646015 تن به گونه مستقیم و نزدیک به 4,418,570 تن دیگر به صورت غیر مستقیم فرصت‌های شغلی ایجاد شده است. ایجاد اشتغال برای 646,000 تن به صورت مستقیم در سال گذشته در مرکز و ولایت از طریق برنامه های حمایی و توانمندسازی فابریکات قالین، تشبثات کوچک و متوسط و همچنان عقد تفاهمنامه ها با مؤسسات. یعنی ما تانستیم در سال گذشته به 646,000 نفر ما مستقیم زمینه کار مساعد بکنیم. این مسئولان تاکید کردند که در یک سال پسین 100 کارخانه تولیدی افتتاح، برای حدود 1000 شرکت صنعتی و تولیدی جواز و برای بیش از 650 شرکت تعرفه بانکی صادر شده است. در روسیه، چین، پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان او ګڼو نورو هیوادونو سره د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي چارو او پانګه اچونې په برخه کې نادره همدردي او نږدېوالی رامنځته شوی. از سوی دیگر دکتر عبدالواسی رئیس عمومی دفتر ریاست الوزرا گفته است که در یک سال پسین اقدام های مهم و اساسی در همه زمینه ها انجام شده و تلاش می شود تا افغانستان بتواند به خودکفایی دست یابد. در هیواد پرمختب لپاره دولت، ملت او رسلی گرد مسئولیتون لری چی باید رشتنوالی او پره امانداری سر ارساد کنید. با این هم برنامه حسابدهی دولت به ملت به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و در آن مسئولان نهادهای گوناگون حکومتی گزارش فعالیت‌های یک سالشان را ارائه خواهند کرد.